کشورهای جنوب شرق آسیا با 655 میلیون نفوس به شدت از گیری ویروس کرونا متاثر شده که بیشترین واقعات مثبت آن از اندونزیا گزارش شده است. این منطقه با کمبود واکسین کرونا مواجه است. مشکلی که ایالات متحده می خواهد یک جا با ژاپن، استرالیا و هند، کشورهای گروه کوات به آن رسیدگی کند. یک همکاری جدید مشترک بلند پروازانه که تولید واکسین را برای منافع جهان و تقویت تطبیق واکسین بهبود بخشیده و به نفع تمام منطقه هند اقیانوس آرام خواهد بود. برنامه مالی که روز جمعه توسط گروه کوات راه شد، تولیدات واکسین هند را تا یک میلیارد واحد واکسین تا سال 2022 افزایش می بخشد. با گفته مقامات، این واکسین ها امدتن در کشورهای جنوب شرق آسیا استفاده خواهد شد. در حالی که جو بایدن رئیس جمهوری متحده در قدم نخست به دنبال تزریق واکسین به تمام امریکایی هاست و منظور پاسخگویی دیپلماسی واکسین چین زیر فشار قرار گرفته است شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ادعا کرده که واکسین ساخت چین در ماه می به یک کالای عامه جهانی مبدل خواهد شد در حالی که حکومت به رهبری بایدن به دنبال رسیدگی به نیاز تطبیق واکسین در ایالات متحده و جهان است مشتاق تغییر این روایت نیز می باشد آنها خواهان یک عملکرد اطلافی تا تمام پاسخها به کووید 19 را گرده هم آورند و اطمینان حاصل کنند که ما کشورهای ثروتمند منطقه تنها به خود نمیاندشیم بلکه در بارای کشورهای فکر میکنیم که منابع در اختیار ندارند و یک بدیل را برای رویکرد چینی ارائه کنیم. بیجنگ تعهد کرده است که حدود نیم میلیارد واحد واکسین از ساخت آن کشور را به بیش از 45 کشور جهان ارسال کند و در تولید واکسین با کشورهای جنوب شرق آسیا به شمول اندونزیا همکاری کرده است. کشورهای عضو گروه کواد اغلب به عنوان یک نیروی متقابل در برابر نفوذ روبرشت نظامی و اقتصادی چین در منطقه پنداشته می شود. سکات موریسن صدر استرالیا گفت که بیجنگ نباید درباره نشست این کشورها نگران باشد. این نشست به مسابه لنگر برای حفظ صلح و ثبات در منطقه هند اقیانوس آرام است و تمام کشورهای این منطقه از آن سود میبرند. این نشست به نفع تمام کشورهای مستقل و به کشورهای متحد ما در انجمن جنوب شرق آسیا خواهد بود که از دراز مدت دوستان نزدیک هم بوده ایم. این نشست مجازی 90 دقیقه ای اولین گرد همایی رهبران گروه کوات از نخستین نشست آنان در 2004 میلادی است. ایالات متحده مشتاق تقویت اتحادهای هند اقیانوس آرام است و یوشی هایتسوگا صدر جاپان را برگزیده تا به عنوان نخستین رهبر این گروه به قصر سفید بیاید و با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از نزدیک ملاقات کند. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا آمریکا، واشنگتن.